سلام و درود هموطنان عزیز، امیدوار هستم هر جایی که هستین آسوده و بهکام باشید. یک عضو مجلس کانادا اعلام کرد که ترودو باید استعفا بدهد. ترودو یکی از محبوب ترین نخست وزیران تاریخ کانادا است، اما در روز روشن نه برد نه آورد، بر اولین بار از او آدم کش وابسته به واحد اس اس عذرخواهی کرد. عجیب است، دنیای آشفته، هر آنچه که حال بیرون میشه از درون پارلمان ها و از زیر زبان ها عجیب و غریب است. حالا یک مقام سابق اوکراین میگه روزها مثل مغلا برده هستند. شما تصور بکنین که این بدبخت نه روس میشناسه نه مغول، یعنی به این اندازم بی سوادی. بله، سخنگوی سابق نیروهای مسلح اوکراین است، می آدم یک خب فردی از تراجنسیتی امریکایی و اوکراینی، سارا اشتون سیریلو نامش است. این آدم سر به سرش گذاشتن، گفته ایرانی ها، اما تو سرش کلا رفته، یک دو نفر گرفته در نقش پروشنکو نخست وزیر سابق اوکراین امرو از این مصاحبه کرده که اینما پروشنکو استم، خود سیاست مدار معروف، این کد از او ظاهرن کد پروشنکو صحبت کرده، تماس حاصل شده. این آدم آمده گفته که خودت میفهمی پروشنکو که همه روسا که است اروپایی نیستن، اصلا این روسا از آسیا هستن. حالا آسیا در نظر از اینا دیگه امو افریقای دوره سفید میه، این دیگه به سوادیش میگه یا آسیایی هستن از بین مغلا پیدا شدن، یا قومی هستن برده، خودشان برده هستن میخوان رهبر باشن. روسا میگه، میگه کاش که کل اروپا و دنیای غرب میفهمید که اروپا به اوکراین ختم میشه. توهم ناسیونالیستی و توهم به اصطلاح عقدههای تاریخی هم بسیار وحشتناک است. میگه ما از ارزش های اروپایی و ارزش های غربی محافظت میکنیم، ما اوکراینی ها، خود اوکراینی ها زدن. بسیار جالب است که با اینی میرخم دیدگاه خود، میگه ما از ارزش های غربی پاسداری میکنم. ای دیگه گل نو با او داد که حال ارزش های غربی را می نمیفهمم، مغول هم نمیفهم، نمیفهمم روس هم، ای چه رقم موجودات امریکا آورده می خواهد که پوتین شکست بده کده زیاد تا کابل که آورده بود. همونطوره که میگه ستا و هزاران سال پیش، ببینین هر کلمه را که آدم استعمال میکنه مسئولیت داره، میگه صدها و هزاران سال پیش وقت مغلا آمدن این طرف ها پیدا شدن، اینا بردهشان شدن و ما کتشان مبارزه میکردیم. این گپای در هم بر هم. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا گفتن که در این رابطه که با توجه به عمق دانش تاریخی ای آدم، ریشخندیش هم کده، یعنی ما چند سوال مطرح میکنیم. امی خود اوکراینی ها از کجا پیدا شدن؟ خودشان از کجا پیدا شدن؟ اگر هزاران سال پیش اینا بر ارزش های اروپایی با مغلا می جنگیدن، هزاران سال پیش داره که هزاران سال پیش مغلا کجا ظهور جنگی و هژمونی کرده بودن، این دیگه بی سوادیش. خب میگه شما که در هزاران سال پیش هم می جنگیدین، همین خودتان چیکار هستی؟ از کجا پیدا شدین؟ بسیار خوب یک سوال کرده. خب البته بودانوف و دانیلوف و اینا کلش به نمی رقم یک توهم دچار هستن. سوال دومی مطرح کرده برش که امی خوکش تو که میگی که ما
از فرهنگ اروپایی در برابر مغول دفاع کردیم. یعنی بنای فرهنگ اروپایی را کیها گذاشتند؟ یعنی شما دفاع کردین، خیلی بنایش مگر یونانی ها نگذاشتن؟ رومی ها، مسیحیان، کاتولیکا، لوی 16، جرج دانتون، کاترین، هنری هشتم، پرنسس دایانا یا الیزابت دوم، یا ای که اوکراینی ها ساختن این فرهنگ. در بین سازندگان فرهنگ اروپایی کدام کسی است از اوکراین؟ نشان بده. خود دیگه بی سوادی ازی میگی است که میگه شما جای دیدین که همین مغول بردگی کرده باشه، در کجا دیدین؟ مغول همیشه برده گرفتن، همیشه حاکمیت کرده و همیشه هژمونی که سیاسی و بسیار همیتون انضباطی را قائم کرده. خب این حال شما تصور بکنید که یه اوکراینی امریکایی در کدام هوا، در کدام فضا چرخ میخوره؟ باز گفته که بلغارستان، چین، کشورهای ماورای قفقاز، آسیای غربی، آسیای مرکزی که قلمروایشان یک زمان بخشی از امپراتوری مغولان بود. پس ای ترکیه است، مغول که برده بود، یعنی اینقدر کشورها چطور در تحت سیطره‌شان بود؟ یعنی اگه او برده بود، پس این کشورها مربوط کجا بودن؟ خیمه هم برده مغول بودیم. برحال با این واقعیت که در طول لشکرکشی غرب نیروهای مغول تاتار حتی با حاکمیت های آلمان رسید، دوکنشین های اودریش مثلا تکه تکه کرد، در بالکان، در پولند تا لیتوانی رسید. یعنی کسی که برده باشه امیر قم کشورهای ریشهدار و استخاندار بسیار دارای تاریخ کهن فتح میکنن ای کار برداز. ای بود یک گوشه از مثلا این یک گوشه از افکار حاکمان اوکراین در رابطه با جنگ، در رابطه با خودشان، در رابطه با دنیا. ایتو ما بیان کردیم که نشان بدیم که آیا اینا آینده دارن در جنگ و در اروپا؟ با تر همین سوال میگذاریم به مطلب بعدی که ملیسا لانسمن عضو مجلس عوام کانادا با صراحت اعلام کرد که ترودو باید استعفا بکند از نخست وزیری. خب رئیس مجلس نمایندگان خواهی مسئولیت به عهده گرفت، عذر خدا خواست رفت، اما نخست وزیر ترودو همگی را مقصر می داند. این دیگه تنده نیست، بسیار کلان اشتباه کرد ترودو و این شاید به حیات سیاسیش ضربه همینطور شکننده بزنه. برای این عضو مجلس کانادا میگه که برای کشور ما یک ننگ کامل بین المللی رقم خورده، برای متحدان ما و با تمام کسایی که در شکست نازی ها تلفات دادن، مسایی به خرج دادن، رنج ها بردن. یک واقعا یک نازی واقعی به مجلس عوام دعوت میشه، از او به عنوان قهرمان و تجلیل میشه در یک کشور مثل کانادا. باور نکردنی است. چطور نفهمیدن که کی بود؟ کلاهی فهمیده بود. حال پسان ترودو چی کرد؟ دفاع میکنه از اون مرد اس اس اوکراینی 98 ساله، عذرخواهی کرد. یعنی یک اشتباه رو با اشتباه دوم
تکمیل کرد. ای تو نیست که مثلا گفته بودن چرا ایران ماندین در داخل مجلس عوام و تمام نهادها همه را بررسی میکنن وقتی کسایی که دعوت میشن، یعنی شهروندان کانادایی را، وقتی که شما دعوت میکنید سابقه شد باید مطالعه شد و از قبیل گپا. حالا ترودو از مرد اس اس عذرخواهی کرد و گفت که مسئولیت اق رسوایی که در پارلمان ایجاد شد به گردن تبلیغاتی های روسیه است. من هم میفهم که تبلیغاتی های روسیه چطوری چیز ساختن، یعنی امو آدمی که دعوت شده بود فیلمش خود شما نشان دادین، همه ی خیستن کف زدن تجلیل کردن، مگه میره با تبلیغات ساخته میشه؟ یعنی فوتوشاپ تبلیغاتی است. خب به هر حال مثل که موضوع بسیار عمیق شده میره. پیر پولیور رهبر حزب محافظه‌کار کانادا میگه نخست وزیر کانادا آل مسئول شرم‌آورترین لحظه دیپلماتیک در تاریخ کانادا است. به جایی که بیاید و مجلس عوام مسئولیت خود بپذیره، این 3 روز تیر شده هنوز در خانه خود پنهان است. وقتی صحبت از جاستین ترودو به میان میایه، همیشه باید یک نفر دیگه مقصر باشد. این چی گونه است؟ خب البته رهبر حزب محافظه کار موقع خوب مساعد دیده و خوب چیز دارم، خوب گپ ایران میافته. اگر قدرت میخواه باید مسئولیت هم بپذیره. در مجلس عوام بیا از یهودیان، پولندی ها، اوکراینی ها و همه کانادایی ها عذرخواهی بکن. مورد بعدی خبری است که در مورد ارسال موشک های کروز دوربرد تاروس ساخت آلمان به اوکراین است. دفعتاً آلمان ها تصمیم گرفتند که از ارسال این موشک های خطرناک به اوکراین پرهیز بکنند. چی گپ است؟ علنی گفتن مقامات آلمان که از ترس رویارویی مستقیم با روسیه ما ایره متوقف میکنیم. چرا؟ مثل که آینده ای جنگ طور دیگه میبینن. مقامات آلمانی خصوصا وزیر خارجه بسیار با یک تنتنه صحبت میکرد، آل خاموش هستن، متوجه شدن که این جنگ متوجه اقتصاد اروپا است و اگر این اقتصاد افتید کسی نیست که برای افتادن اروپا اشک بریزه. اینی رو فهمیدن. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش خود این موضوع رو مطرح کرد که تاروس آلمانی یعنی تقریبا همسنگ موشک های سایه طوفان ساخت انگلیس است و موشک اسکال ساخت فرانسه است، یعنی از نظر ظرفیت خود و قابلیت های خود این موشک برای تخریب زیر ساخت های مثلا پل های بزرگ کاربرد داره و این موشک میتونه مثلا پل کرچ که به طرف کریمه میره، تنها راه ارتباطی بین روسیه و جزیره کریمه است، او را بشکنانه منهدم بکنن. اما آیا کسی جرات چنین کاری را آل داره؟ نه. دولت ائتلافی سه حزبی آلمان قبلا با تحویل موشک های تاروس خب موافقت کرده بودند، اما او زمانی بود که امید داشتن که والا ما جنگ میبریم. اوکراینیا چطور از چنان تبلیغات سرشان حاکم بود. اما اولاف شولت صدر اعظم آلمان حالا مانع ارسال راکت ها به اوکراین شد. خب یک بانه هم آورده. چرا؟ به خاطر از اینکه میگه این بسیار پیشرفته است، تا که پرسونل نظامی خود آلمان نباشه این دستگاه و این سامانه را فعال کرده نمیتوانند در اوکراین.
و چونین اقدامی اگر ما روان بکنیم نفرات خود به سلام نظامیان خود، افراد فنی و متخصص خود، شرایط بسیار جنگی و خطرناک است و زندگی از او ممکن است خطر پیش شود. و علاوه و آلمان ای تحویل دهی راکت ها عمیق‌تر و جنگ اوکراین میکشانه، که اگر موجب رویارویی مستقیم با روسیه شود بعدا ما چیکار کنیم؟ یعنی میخوای بگوی که اینه مقدر جنگ اوکراین ارزش راهاندازی جنگ مستقیم با روسیه را نداره، و تازه ای که او جنگ معلوم نیست که بردن میشه و نمیشه. اما یک کس دیگه کاسه دختر از آش است، یکی از قانونگذاران ارشد حزب سبز آلمان است، آنتون هوفریتر. این میگه که نه، صدر اعظم باید ممنوعیت تحویل موشک تاروس به اوکراین برطرف بکنه. این تردید و توجیهات فنی صرفا به تقویت باورهای پوتین ختم میشه و از این قبیل مسائل. خب سیاست مداراس ای البته اینمی صحبت ها معمولا کاربرد داخلی می داشته باشد، در بحث قدرت کاربرد انتخاباتی می داشته باشد. شکل اگر یک کسی که خارج از حوزه است می دانه که این جنگ مدت پیش باخته شده. خب آن هم سخنگوی شولز با صراحت اعلام کرد که هیچ برنامه برای تحویل قریب الوقوع موشکای تاروس به اوکراین وجود ندارد. این نخستین عقب کشی آلمان است. فهمیده بود که جنگ اقتصاد برتر اروپا را که وارد از آلمان باشه اول هدف گرفته است، به خاطر از اینکه آلمان یک سابقه ریشه‌دار مخاصمت و جنگ با روسها را داره، که امون جنگ از جنگ اول جهانی، جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی است. او خاطره ها هنوز مزمحل نشده و هنوز حتی به نوش در نیامده، به حد سنگین است. بنابراین اونا گفتن که تا زمانی که امریکا خودش راکت های مشابه را اول اونا روان بکنن به اوکراین، بعد از او ما هم تصویب میکنیم. و هم در صورتی که اگر تصویب هم کردیم که موشک های تاروس داده شود به اوکراین، برده یا به اصطلاح قابلیت پروازیشان کم میکنیم. یعنی خیزی که 1000 کیلومتر میزنه خیزش محدود شود به 200 کیلومتر، تا از خطر برخورد با روسیه چی شود؟ جلوگیری شود. جالب. تا برنامه بعد.